اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران محکومیت چهل زندانی به دوازده تا دو سال حبس اضافی و ضربات شلاق و پرداخت دیگه در یک دادگاه نمایشی سرپوش بر جنایت بزرگ کشتار زندانیان اوین در مهر 1401 توسط نیروهای سرکوبگر در جریان قیام سراسری یک زندانی به دوازده سال و پانزده زندانی از جمله دو هوادار مجاهدین به 8 سال و 8 ماه زندان اضافی محکوم شدند. فراخان بین به محکوم کردن این احکام جنایتکارانه و با زیر هیئت تحقیق بین از زندانهای ایران. ازایه جلادان روز 29 خرداد 1403 در یک دادگاه نمایشی در شعبه 1148 بیدادگاه کیفری، چهل تن از زندانیان اوین را به اتهام مسخره مشارکت در آتش سوزی زندان بند هفت و هشت زندان اوین در 23 مهر 1401 به دو تا دوازده سال حبس اضافی ضربات شلاق و پرداخت دیه محکوم کرد. هدف به وضوح سرپوش گذاشتن بر حمله جنایتکارانه نیروهای سرکوبگر به زندان اوین همزمان با قیام سراسری مردم ایران بود که در اثر آن شمار زیادی از زندانیان کشته و مجروح شدند. خانواده این قربانیان از همان زمان خواستار معرفی و مجازات عاملین قتل عزیزانشان بودند. در این دادگاه نمایشی طبق سناریویی از پیش تعیین شده قرار بود چهل زندانی را عامل آتکسوزی و کشته شدن زندانیان قلمداد کنند. اما خانواده های قربانیان در جلسه دادگاه نسبت به کیفرخواست سراپاد دروغ اعتراض کردند. یکی از آنها گفت فرزند من با سه گلوله کشته شد چند نفر از خانواده ها گفتند فرزندان ما در اثر گاز اشکاور و دود خفه شده بودند پیکر فرزندان من را هم تحویل ندادند و خودشان دفن کردند ما از هیچ یک از زندانیان شکایت نداریم اینها دوستان فرزندان ما بودند رژیم که با یک روی مضاعف مواجه شد جلسه دادگاه را تعطیل کرد و روز بعد احکام محکومیت زندانیان را به وکلای آنها ابلاغ کردند بر اساس این محاکمه غیابی چهل زندانی مجموعاً به 251 سال و 8 ماه زندان اضافی 5032 ضربه شلاق و پرداخت دیگه به خانواده مقتولین محکوم شدند قاسم محمدی به 12 سال علیرضا والینیا سعید خداپور افکاریز مسعود پرچمی غلام حسین هاشمی سیاوشانی، جلال نصراللهی، عرفان ظریف بن کازم، مجید روشن نژاد، محمد گراوند، ساسان زمانی، احمد رضا کنانی، صبحان معزنزاده، ایوب امامیزاده، سینا میرزایی و همچنین زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین میسم دهبانزاده و لقمان امینپور به اتهام آخوند ساخته تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم زندان و تمرد از دستور معمورین نیز هر یک به 8 سال و 8 ماه زندان و شلاق محکوم شدند. مقاومت ایران طی پنج اطلاعیه در فاصله روزهای 23 تا 30 مهر جزئیات این جنایت بزرگ را افشانه بود. در این اطلاعیه ها آمده بود غروب شنبه 23 مهر نیروهای وحشی گارد ویژه زندان و نیروهای موسوم به نوپو نیروهای ویژه پاسدار ولایت به زندانیان بند هفت و هشت اوین به خاطر حمایت از قیام یورش بردند و با گاز اشکاور و باتون و شلیک گلوله های جنگی و ساچمهی به جان زندانیان افتادند. وحوش نوپو برخی از زندانیان را از پشت بام به پایین پرت کردند. مأموران جنایتکار زندانیانی را که در حیات بودند از پشت بام با گلوله های و جنگی هدف قرار می دادند. آنها با گلوله های جنگی و ساچمه ای به بند هشت محل نگهداری زندانیان سیاسی تهاجم کردند و تا حد خفگی گاز اشکاور به سمت این بند پرتاب کردند. مقاومت ایران، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و دیگر ارگانهای زیربت ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکوم کردن این دادگاه نمایشی و صدور احکام اضافی طولانی مدت برای زندانیان فرا میخواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت حقیقتیاب بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تاکید می کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران سیوه خرداد 1403